داکر چیست؟ چرا باید داکر یاد بگیریم؟ این روزها زیاد در مورد داکر صحبت میشه. اما واقعا داکر چیست و چه کاربردی دارد؟ داکر مهارتی است که میتواند مکملی برای دانش قبلی شما باشد که با یادگیری آن نه تنها مهارت جدیدی به شما افزوده خواهد شد، بلکه میتوانید درآمد بیشتری هم کسب کنید. داکر به زبان ساده یک فناوری محفاظ است که بیشتر برای توسعه و اجرای برنامه‌ها در یک محیط ایزوله شده استفاده می‌شود. در این محیط توسعه برنامه از زیرساخت جدا می‌شود و در نتیجه می‌توانید تحویل برنامه را سریع‌تر کنید. مزیت اصلی داکر بسته‌بندی کردن برنامه‌ها و کانتینرها است که به شما اجازه می‌دهد برنامه‌ها روی سیستم‌های ویندوزی یا لینوکسی به راحتی اجرا شوند. اگرچه مفهوم کانتینر از مدت‌ها قبل وجود داشته، اما ترکیب این مفهوم با موضوع داکر موجب شده است که این فناوری به یکی از مهمترین رویکردهای این روزها تبدیل شود. مزیت مهم داکر این است که وقتی شما پکیج یا یک برنامه و همه ملزومات آن ایجاد می‌کنید، مطمئن هستید که این کانتینر روی هر سیستمی اجرا خواهد شد. از طرف دیگر، تیم دوآپس می‌تواند با خیال راحت برنامه‌های خود را با داکر ایجاد کند و مطمئن باشد که برنامه‌های مختلف با یکدیگر تداخلی نخواهند داشت. این یعنی کانتینر می‌تواند چندین برنامه خاص را در خود داشته باشد. این برنامه‌ها به راحتی می‌توانند در اختیار تیم زیرساخت قرار گیرند تا بدون نیاز به اعمال تغییرات روی زیرساخت اجرا کنند. بنابراین داکر می‌تواند به صرفه‌جویی در زمان تیم فنی و زیرساخت کمک کند. همچنین برخلاف استفاده از ماشین‌های مجازی، دیگر مهم نیست که VM‌های خود را روی چه پلتفرمی اجرا می‌کنید، چرا که داکر در هر محیطی قابل اجراست. حال که می‌دانیم داکر چیست، بیایید به موضوع کانتینرها بپردازیم. کانتینر یک واحد نرم‌افزاری استاندارد است که کدهای برنامه شما به همراه تمام وابستگی‌های آن را در خود جای داده است. نتیجه این کار آن است که برنامه‌های شما نه تنها سریع‌تر اجرا می‌شوند، بلکه قابل اطمینان‌تر خواهد بود. یک کانتینر داکر یک بسته سبک از برنامه‌های قابل اجراست که هر آنچه برای اجرای یک برنامه، اهم از سورس کد، برنامه‌های اجرایی سیستم عامل، ابزارهای وابسته، کتابخانه‌ها و تنظیمات نیاز است را برای هر سیستم عامل ویندوز و لینوکس در خود جای داده است. برنامه‌هایی که در قالب کانتینرها ساخته می‌شوند، وابستگی به زیرساخت ندارند و بدون در نظر گرفتن زیرساخت و بسترهای لازم روی هر محیطی قابل اجرا هستند. مزایای کانتینرهای داکر. کانتینرهای داکر مانند یک ماشین مجازی هستند که همانند VM‌ها شامل کپی کامل از سیستم عامل‌ها، برنامه‌های ضروری و کتابخانه‌های مربوطه می‌شوند. در حجم زیادی از ماشین‌های مجازی، سرعت لود آنها به شدت کاهش می‌یابد. این در حالی است که کانتینرهای داکر حجم کمتر یا اشغال می‌کنند و برنامه‌های بیشتری را در خود جای دادند و در عین حال منابع کمتری از زیرساخت را مصرف می‌کنند. در نتیجه کانتینرهای انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌تر خواهند بود. علاوه بر این، استفاده از داکر در فضای کلود مزایای خوبی به همراه دارد. اجرای چندین برنامه تنها روی یک سیستم عامل یک قابلیت مهمی است که سبب می شود محیط اجرای برنامه کاملا ایزوله و مستقل از یکدیگر باشند. یکی دیگر از مزایای کانتینرها این است که نه تنها برنامه ها از یکدیگر مستقل هستند، بلکه هر کانتینر هم از زیرساخت خود مجزا است. این قابلیت به شما امکان را می دهد که بتوانید دقیقا مشخص کنید هر کانتینر به چه میزان منابع مانند CPU و GPU و شبکه نیاز دارد. همچنین در چنین شرایطی شما مطمئن خواهید بود داده های شما از کد مجزا هستند. قابل هم بودن. یک کانتینر داکر به راحتی روی هر سیستم عاملی که محیط اجرایی داکر را داشته باشد اجرا می شود. یعنی شما دیگر نیاز ندارید برنامه های خود را به سیستم عامل میزبان منتقل کنید. نتیجه این کار این است که محیط برنامه های شما و محیط سیستم عامل تمیز و در حد اقل ممکن خواهد بود. با استفاده از این فناوری به راحتی می توانید کانتینر را از زیرساخت خود به محیط ابری یا از لپتاپ توسعه دهندگان به سرور منتقل کنید. ترکیب پذیری. اکثر برنامه‌های تجاری شامل چندین کامپوننت متفاوت می‌شوند که همگی روی یک وب سرور، یک دیتابیس و یک مموری اجرا می‌شوند. کانتینرها این امکان را به شما می‌دهند که هر کدام از بخش‌های برنامه را به یک برنامه واحد تبدیل کنید
به طوری که هر کانتینر یک بخش مستقل از برنامه را شامل شود. هر کانتینر به راحتی نگهداری، حذف و به روزرسانی و اصلاح خواهد شد. این رویکرد همان مدل برنامه نویسی ماکرو سرویس است که عملکردهای برنامه را به سرویس های مجزا و مستقل تقسیم می کند. این معماری جایگزینی برای شیوه های قدیمی و کند توسعه نرم افزار است و می تواند انعطاف پذیری و حجم برنامه را کاهش دهد. چرا باید داکر بیاموزیم؟ داکر یقینا موضوع مهمی است که بسیار در بازار کار محبوب شده است. بر اساس یک جستجوی اخیر در لینکدین مشخص شده که برای این مهارت بیش از 20,000 فرصت شغلی وجود دارد. فناوری کلود و داکر هر روز بیشتر با هم ترکیب می شوند. به همین دلیل هر روز تقاضای بیشتری برای این مهارت به وجود می آید. اگر می خواهید در حوزه دوآپس قوی شوید، باید این فناوری را بیاموزید. یادگیری داکر ساده است. برای یادگیری این فناوری می توانید ابتدا با مطالعه در مورد مفاهیم ساده شروع کنید و سپس در آن عمیق شوید. با یادگیری داکر شما می توانید یک وبسایت وردپرسی مخصوص خودتان را بسازید. محیط توسعه منعطف خود را ایجاد کنید و کلی کارهای دیگر. حال اگر می خواهید یک متخصص داکر و دوآپس شوید، مطالعه خود را از دوآپس شروع کنید و ابتدا مهارت‌های مرتبط با این حوزه را بیاموزید. داشتن مدرک در حوزه دوآپس شما را برای ورود به بازار کار گسترده و رو به رشد این حوزه آماده خواهد کرد. جایی که شما می توانید به عنوان رابطی حفره موجود بین تیم فنی و عملیات را پر کنید. با این کار شما مهارت‌های مختلفی را کسب خواهید کرد. از جمله یادگیری اصول توسعه و پیکربندی مداوم، یادگیری مهارت‌های مدیریت خودکار پیکربندی‌ها، مهارت‌های کار تیمی و ارائه سرویس‌های چارگوک فناوری، استفاده از ابزارهای مدرن دوآپس مانند گیت، داکر، تیم سیتی و انزیبل، یادگیری انواع مدل‌های مدیریت کنترل نسخه‌ها، ابزارهای یکپارچه‌سازی و مانیتورینگ و معماری ابری. اهمیت دوآپس در فضای ابری، استفاده از زیرساخت AWS، توسعه خوشه‌های کوبرنتیز شخصی خودتان، ایجاد فریم‌ورک تست توسعه با جونیت 5 و فریم‌ورک رفتاری توسعه با کمک کوکامبر. پس فرصت را از دست ندهید و از همین امروز یادگیری داکر را شروع کنید.